ای حامیان فرقه وحشت، ای حامیان فرقه وحشت، سوداگران سراسر تزویر، عروسکان پوچ نخبر سر، هم با خود و هم غیر خود درگیر. ما سوختیم از ارتجاع سیاه، زیر پوتین ارتجاع سرخ، با داس و چکش شکستتان، آوای شوم مرگتان تکبیر. زندانتان نوید آزادی است، نشانه شکست افکار است. از این زمین چوبه های دار، هزار باره می شویم تکثیر. کشتید به نام خالق شمشیر، خوردید به نام خالق خونخوار. گفتید او رحیم و رحمان است، دارد هر کلام او تفسیر. صد ننگ بر خدا و دین شما، آژنگ و شرم بر جبین شما. این آفت بیشرف بودن را آتش هم نمی کند تطهیر. کافیست که ما دوباره ما شویم، کافیست که ما دوباره ما شویم، از بند دینتان رها شویم، با واقعیت آشنا شویم. روز فرار ظالم از هفتیر، دست هامان به روی زانوها، کمر به قصد نبرد میبندیم، پشت میکنیم به نذر و ورد و دعا، تف میکنیم به چهره تقدیر. عرض درود ادب دارم به همه دوستانی که در کلاب هاوس، در یوتیوب و در فیسبوک، و گمان میکنم که خانم دکتر میترا بابک عزیز در اینستاگرام هم لایو رو آماده کردن و در اینستاگرام هم لایو هستیم. درود میگم به همه دوستان، من خوش آمد میگم به شما و همه دوستانی که ما رو میبینن، ما رو میشنوند. یک مقدمه خیلی کوتاهی من بگم که اساسا ما چرا این برنامه رو داریم به پیشنهاد امید عزیز، که پیشنهاد بسیار زیبایی هست که ما نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات و رأی بی رأی رو به خروش میلیونی پیوند بزنیم. موقعی که این بحث نه به جمهوری اسلامی مطرح شد، من گفتم این یه چیزی کم داره. یه مثالی هم زدم، شاید خیلی مثال مؤدبانه هم نباشه، ولی یک بار دیگه من میخوام همون مثال رو بزنم. میگن یه آقایی با همسرش داشتن توی خیابون راه میرفتن و یک مرد ولگردی میاد به همسر این آقا شروع میکنه متلک زدن، متلک گفتن، حرف زشت زدن، ایشون رو حتی دعوت به سکس کردن، اینکه جیگرتو بخورم، به حرفای خیلی بد زدن، او رو دعوت به تجاوز کردن در نهایت. و این زن خیلی بهش بر میخوره، ولی هرچی به مردش نگاه میکنه میبینه که این هیچ واکنشی نشون نمیده. برمیگرده به مردش میگه چه مرگته، مگه تو شوهر من نیستی؟ یه واکنشی حداقل نشون بده. این مرد دیگه خیلی به غیرتش بر میخوره و میخواد یه واکنشی نشون بده به اون مردی که به همسرش توهین میکنه و او رو دعوت به سکس میکنه. میگه بدی بدی بد. حالا حکایت ما و نه به جمهوری اسلامی است. ما چند سال پیش بحث براندازم رو مطرح کردیم و واقعا جمهوری اسلامی هر روز داره به زنان و مردان و فرزندان ایران تجاوز میکنه، اونها رو اعدام میکنه. ما اینکه فقط بگیم نه به جمهوری اسلامی، فقط بگیم رأی بی رأی، یا بگیم نه به انتخابات، این خیلی کمه. این همون بدی بدی بده است. این رو باید پیوند بدیم با خروش، با خیزش، با قیام، وگرنه جمهوری اسلامی آبرویی نداره که نگران از دست رفتن آبروش باشه. جمهوری اسلامی ترسی نداره از این حرفها. جمهوری اسلامی چیزی که ازش ترس داره از خروش براندازان داخل کشور هست. ما اینجا هستیم که صدای براندازان داخل کشور باشیم. حتی چند نفر از این براندازان دوست داشتن بیان اینجا حضور داشته باشن، اما به دلایل امنیتی خود ما گفتیم که صلاح نیست باشن و خود اونها هم ملاحظات امنیتی داشتن. ولی مایی که اینجا در یک امنیت حداقل نسبی هستیم، باید صدای براندازان داخل کشور باشیم. خانم دکتر میترا بابک عزیز، خوش آمدید. شما یکی از بلندترین صداها شدید و یکی از عزیزانی شدیم که این براندازان داخل کشور رو داریم پیوند میدین با براندازان خارج کشور، که اساساً این داخل کشور و خارج کشور کردن کار درستی نیست. همه ما ایرانی هستیم، ولی تلاش های شما شایسته تقدیره. خوش آمدید، در خدمتون هستیم. درود بر شما عزیزانم. همچنین اجازه بدین من یه درود، چون یه دفعه لایو من شروع شد، خیلی وقت نمید که با این عزیزای دلم لایو نداشتم. اجازه بدین که
یه صحبت خیلی کوتاهی و یه توضیحی بدم به عزیزان ما که لایو اینستاگرام من الان هستن. همینطور که پست کردیم، ما لایو امروز ما در یوتیوب آقای آزاد فارسانی و همچنین فیسبوک، کلاب هاوس، همه الان داریم لایو در کنار هم دیگه هستیم و مهمانای بسیار عزیزی رو داریم. فعلا نمیتونیم اسامیشون رو بگیم، بعضیاشون رو به خاطر مسائل امنیتی، ولی در کنار ما باشید، بذارید یک صدا شویم. ما 43 سال یک صدا نشدیم، حال باید خارج و داخل نداره. دیگه نباید بی تفاوت باشیم، دیگه نباید ناامید باشیم، باید به همدیگه انگیزه بدیم، باید به همدیگه امید بدیم. پوسیده شده این جمهوری اسلامی، فرصت طلایی که ما به اون دموکراسی واقعی برسیم و کشور ایران بشه یکی از کشورها و سمبولهای آزادی و دموکراسی برای کل منطقه. فقط و فقط با آگاهی بتونیم به آزادی برسیم در کنار همسزایی یک دیگر. سپاسگزارم که وقت دادین آقای آزاد. خواهش میکنم، سپاسگزار از شما. امید جان، صحبت از امید کردن خانم دکتر بابک عزیز و نازنین و شما، نامتون هم امید هست و این امید خروش میلیونی رو شما پیشنهاد دادین، ایده شما بود. من از خود شما میخوام یه توضیحی بدین، چرا این به ذهنتون رسید که اساسا ما این نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات و رای به بی رای رو پیوند بدیم با خروش میلیونی؟ آیا میشه چنین چیزی؟ آیا ما میتونیم میلیون ها نفر رو به میدان بیاریم؟ من یه درودی میفرستم خدمت شما و تمام هموطنام که همکنون دارن این لایو رو مشاهده میکنن. خب حقیقتا اگه بخوام خیلی ساده بهتون بگم، وقتی که نه به جمهوری اسلامی شروع شد، ما فکرشون نمیکردیم امروز به جایگاهی برسیم که جمهوری اسلامی با تمام هزینه هایی که میکنه در برابر قدرت مردم زانو بزنه و مردم به صورت میلیونی این انتصابات نمایشی رو تحریم کنن. وقتی ما به این جایگاه رسیدیم، هموطنان من، دوستان من، میتونیم به نظر من یک گام، یک پل، پلی به نام آزادی، گامی به نام آزادی بزنیم به خروش میلیونی. وقتی ما به این نقطه رسیدیم، اتحاد خودمون رو نشون دادیم، این اتحاد میتونه در کف خیابون باعث براندازی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی بشه، باعث براندازی 42 سال فقر و سیاهی و نکبت در سرزمین ما بشه. مادر ما، ایران ما، هموطنان ما در شرایط بسیار بدی هستن و همه به خوبی از اون آگاه هستیم. بیایید یک بار دیگه دقیقا مثل کمپین نه به جمهوری اسلامی این اتحاد رو ایجاد کنیم و خروش میلیونی رو با فریاد در کف خیابون اجرا کنیم. من امید دارم که جمهوری اسلامی باید بره و این رفتنش با خروش میلیونی مردم در کف خیابون محقق میشه. تشکر کنیم. درود بر شما. من یه خواهشی از دوستان دارم که صحبتی که میکنین کم بلندتر باشه که دوستانی هم که در کلاب هاوس از طریق لپتاپ من صدا منتقل میشه بهتر بشنون. سپاسگزار از خانم میترا بابک عزیز که اون پوستر بسیار زیبا و پرمفهوم نه به جمهوری اسلامی رو هم نشون دادن. من میخوام از ایشون دعوت کنم یک بار دیگه اون پوستر رو هم ما ببینیم. بله، نه به جمهوری اسلامی، و این نه به جمهوری اسلامی رو پیوند بدیم با خروش میلیونی. سپاسگزارم. دقیقاً. سپاسگزارم. متین جان، میایم سراغ شما. نظر شما چیه؟ چگونه میشه این نه به جمهوری اسلامی رو پیوند داد با خروش، با خیزش، با قیام؟ اون هم نه قیامی که امثال نوید افکاری ها رو ببینید، اگر قیام میلیونی نباشه، اون وقت میشه این نوید افکاری ها، این کسانی که توی آبان، توی تمام این اعتراضات از ندا آقا سلطان گرفته تا همین امروز، کسایی که خب میان، شجاعت دارن، جسارت دارن، میان، ولی چون اون خروش نیست، اون سیلاب بزرگ شکل نمیگیره،
متاسفانه جمهوری اسلامی ما رو تک تک میکشه چون ما نیستیم. چگونه میتونیم ما بشیم که جمهوری اسلامی تک تک ما رو نکشه، یک سیلاب بسیار بزرگ بشیم که این سیلاب رو بتونیم در مسیر درست هدایت کنیم که این سیلاب ویرانگری هم نداشته باشه، اما باعث بشه که بنیان جمهوری اسلامی رو برافکند. درود بر شما آقای فارسانی عزیز و خانم دکتر میترا بابک، امید و همه دوستانی که ما رو میبینند و میشنوند. خب پروژه و به اصطلاح ائتلاف نب جمهوری اسلامی که احزاب، افراد مستقل و گروه های متفاوتی به اون پیوستن بسیار حرکت خوب و درخوری بود و دقیقا این انسجام رو بین اپوزیشن ایجاد کرد که در راستای هدف مشترک و به اصطلاح ویژه‌ای که هست و اون هم نب جمهوری اسلامی و براندازی است اتفاق نظر دارن و دارن روش کار میکنن. اون از اون سمت الان یک فضایی به وجود اومده که قبل از انتصابات به اصطلاح مردم فرصت این رو دارن که اون مردمی که 85 میلیون نفر بودیم تبدیل به یک ملت بشیم، برادری رو به همدیگه ثابت بکنیم. عدم ببینید یک کنش سیاسی بسیار خوبی است، میتونیم انسجاممون رو همونجا به دست بیاریم با رأی ندادن. این اتفاقات که حادث بشه یک انسجامی بین مردم در ناخودآگاهشون حتی به وجود میاد و این فرصت دقیقا به وجود میاد که اون نب جمهوری اسلامی که انقدر زحمت براش کشیده شد، افراد، تشکلها، احزاب عزیز و که همیشه زحمت کشیدن و دقیقا به فکر مردم بودن، در کنار مردم بودن و اگر الان ابزاری دارن چه در میدان چه در رسانه در راستای براندازی در اختیار مردم میخوان قرار بدن، این دوتا به همدیگه وصل بشن و دقیقا روزهای آینده که به اصطلاح رأی اول که شد رأی مردم و همون عدم شرکت در انتصابات بود، میتونن مردم خودشون رو نشون بدن بگن ما رأی اول بودیم، رأی اولی که نگفتیم به جمهوری اسلامی و شرکت نکردیم و مشروعیت این نظام رو که در خودش خودخوری هم داره میکنه. همیشه شاهد هستیم یک شکاف خیلی شکاف که چه عرض کنم منهدم شده این نظام از داخل، نظامی که داره مهره های خودش دونه دونه قد علم میکنن برای خودش و ابراز اپوزیشن میگن که ما هم یک حرکتی هستیم و باید نظام رو اسقاط بکنیم، کما که از اصلاح طلبان و به اصطلاح گروه های دیگه این اتفاق افتاده. خب الان این فرصت فراهمه، حکومت روی یک انبار بارود خوابیده و دقیقا ما باید از تمام فرصت هایی که از این به بعد قراره به وجود بیاد و فضاش هم فراهم هست استفاده بسیار مفید رو بکنیم، کما که این اتفاق خواهد افتاد فکر میکنم روزهای خیلی خوبی در پیش خواهد. بله سپاسگزارم. خانم دکتر بابک عزیز، من شعری هم که اول برنامه خوندم از یکی از شعرهای عزیز ایران اندیشه عزیز و خب این شعر رو هم برای برنامه ما سرودن، گفت که حالا کافیست که ما دوباره ما شویم، از بند دینتان رها شویم، با واقعیت آشنا شویم، روز فرار ظالم از هفتیر، دست هامان به روی زانوها، کمر به قصد نبرد میبندیم، پشت میکنیم به نذر و ورد و دعا، دف میکنیم به چهره تقدیر. البته این که گفته میشه روز فرار ظالم از هفتیر، یعنی باز هم اینجا ما نمیخوایم ترویج خشونت کنیم، یعنی اینها باید از خشم مردم فرار کنن، در شعر دیگه زبان شعر از خشم مردم فرار کنن و این خشم البته خشم انتقام نیست، اما خشمی هست که میتونه مؤثر باشه. چگونه ما میتونیم دوباره ما بشیم و این خشممون به سمت انتقام نره؟ به هر حال شما به عنوان یک روانپزشک میدونم که خیلی ببخشین روانکاو، سپاسگزارم خانم دکتر بابک عزیز، یک روانکاو، یک روانشناس، چگونه میشه این خشم رو در مسیر هدایت کرد که به سمت آزادی بره، به سمت دموکراسی بره و مهمتر از اون به سمت حقوق بشر بره؟ ما بارها گفتیم ما حتی اینجا میخوایم حقوق بشر اون افرادی که ممکنه روزی در دامن خشم مردم گرفتار بشن، اون حقوق بشر اونها رو مراعات کنیم و به اونها میگیم که ما حافظ حقوق بشر شما هم هستیم، ما نمیخوایم شما گرفتار خشم مردمی بشین که روزی بیاد که دیگه مردم به حرف امثال ما هم گوش نکنن، اون روز ترسناکی خواهد بود، ما نمیخوایم دچار اون روز ترسناک بشیم، ما میخوایم از اون افرادی که نقشی در سرکوب داریم بخوایم که به مردم بپیوندند، نه کنار مردم باشن و خودشون رو نجات بدن و خودشون در مسیر آزادی قرار بگیرن. اما چگونه میشه ما بشیم و چگونه میشه در چرخه خشونت گرفتار نشیم، بریم به سمت آزادی، دموکراسی و حقوق بشر؟ ببینید 43 سال مردم ایران زجر کشیدن، شوخی نیست. ما به این سادگی نمیتونیم فقط بگیم خشمگین نباشید، عصبانی نباشید.
خیلی نرماله که مردم خشمگین و عصبانی باشن، به خاطر اینکه ذره ذره وجودشون زرش کشید، از نظر روحی روانی، از نظر جسمی، از نظر اقتصادی و از نظر از دست دادن عزیزترین عزیزا، چه نخبه‌هایی رو اینا کشتن و اعدام کردن. خب خیلی سخته، خیلی سخته وقتی داغ داری، خیلی سخته وقتی صدا تو فریاد تو هیچ کس نمیشنوه و این خشم درون تو هست. اما مسئله خیلی خیلی مهمتر اینجا اینه که ما باید خیلی مراقب این خشممون باشیم. ما همیشه از تمدن صحبت کردیم، تمدن ما، تمدن ما، تمدن ما. من میدونی که کمپین نبه اعدام در کنار کمپین نبه اعدام هستم، میدونم که عزیزای داغدارمون عصبانی هم میگن باید اینا اعدام بشن، اما من میگم حیف نیست اینا زود بمیرن، اتفاقا نباید اعدام بشن، اتفاقا باید دادگاهی بشن، حتی دادگاه های بین المللی، چون تغییر کرده الان. پلیس بین المللی بعد از داعش خیلی قوی تر شد، بعد از حزب الله خیلی قوی تر شد. اینا هر گوشه این کره زمین برن پلیس بین المللی پیداشون میکنه. پس حیفه که اینا زود بمیرن، اینا باید دادگاهی بشن تا از اون عرش به عرض برسن و بفهمن که اون روزها گذشت. اما مسئله خیلی مهم روی سخنم به تمام خانواده های پاسدار و بسیجی هست، خانواده ها و عزیزانی که دستشون به خون آلوده نشده، از این فرصت استفاده کنید. همینطور که آقای فارسانی گفتن، واقعا تمام تلاش ما اینه که خشونت نباشه، خشونت وحشیگری و انتقامجویی شخصی نشه، این خطرناکه. حتی من بارها گفتم ممکنه این رژیم جنایتکار اسلحه پخش کنه دست یه سری جوون پر از خشم، بالقصد این کارو بکنه. ما باید خیلی حواسمون باشه، چون دقیقا میخواد بهانه دست به دست خودش بده و به دنیا هم بگه اینا اختشاش کردن. ما باید با درایت خودمون، با خرد خودمون خیلی مراقب باشیم. تک تک اینایی که دستشون به خون آلوده است باید محاکمه بشن و باید به جزاشون برسن، اما نه با وحشیگری، نه با اختشاش خطرناک و سرکوب بیشتر و از دست دادن عزیزای دلمون. مسئله مهمتر روی سخنم به خانواده هاست و بسیجی ها و پاسدارا و کسانی که هنوز دستن در کار این حکومت هستن به خاطر مسائل مالیشون. تموم کار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی از درون پوسیده پوسیده شده، به وضوح دارین میبینید چرا رئیسی رو دارن بزرگش میکنن، میخوان یک روح وحشت دیگه در جامعه ایجاد کنن. اتفاقا برعکس شد، حتی کسانی که میخواستن رأی بدن حالا با وجود خود رئیسی و امثال هم و اصولگراها ممکنه که رأی ندن، یعنی اینا دیگه انقدر درماندن که نمیدونن چه غلطی بکنن. ما باید شماهایی که هنوز دستتون به خون آغشته نیست، شماهایی که حتی دستتون به خون آغشته است، اما الان اگر بیاین در کنار ملت و نه در بر ملت، در کنار و پشت ملت قرار بگیرید، امکان خیلی خیلی زیاد برای بخشش هست، برای کمتر کردن جرم شما هست. در تمام دنیا مجرمین رو وقتی میگیرن باهاشون دیل میکنن که اگر که با ما همراهی بکنی ما خیلی کوتاه میایم، کم کم مجرم تو خیلی کم رنگ تر میکنیم. الان این فرصت ها رو شما از دست ندید، هنوز چسبیدین به این بیت رهبریتون، فکر خانواده هاتون باشید، برای اینکه من واقعا نگرانم. امیدوارم تمام حواس ما، تمام تلاش ما اینه که اون اتفاق بد نیفته. فرصت رو از دست ندید، در کنار ملت باشید، بذارید زودتر این اژدهای لعنتی رو از بین ببریم، تموم بشه بره، مردم ایران ما به آسایش خاطر برسن، ایران دوباره ساخته میشه، دوباره میسازمد وطن، نترسی. نخبه ها در داخل ایران و خارج از ایران فراوانن، برمیگردن، دلسوزان فراوان هستن، برمیگردن و ایران رو باید دست به دست به هم، همه در کنار هم ایران رو دوباره باید ساخت. پس حواسمون باید در کنار خردمون خیلی خیلی زیاد باشه که یه همچین اتفاقاتی نیفته. امیدوارم پاسدارا و بسیجی ها و خانواده ها صدای ما رو بشنون تا دیر نشده به جنبن و در کنار این ملت داغدار و این وطن داغدار باشن. وطن ما پاره پاره شد، ایران ما پاره پاره شد، وای به حال تو که هنوز شک داری بخوای بری رأی بدی.
وای به حال ما. بله سپاسگزارم. امید جان برمیگردیم به شما. خانم دکتر بابک صحبت از نیروهای نظامی کردن، اگر اشتباه نکنم شما یه تجربه‌ای هم دارین در نیروهای نظامی، امکانش داره حالا ما برمیگردیم به صحبت انتخابات یا انتصابات و در اون مورد حتما صحبت خواهیم کرد، اما وقتی صحبت از خروش میلیونی میشه، این خروش میلیونی خب طبیعتاً یه لوازمی نیاز داره، باید یه مقدماتی باشه، به همین سادگی فراهم نمیشه اینکه میلیون ها نفر به خیابون بیان. و البته دوستان حتما توجه دارن وقتی صحبت از خروش میلیونی میشه به این معنا نیست که یه دفعه مثلا کل جمعیت ایران بیاد توی خیابون. تمام تحقیقات نشون میده، پژوهش‌ها نشون میده که 3-4% جمعیت اگر بیان به خیابون اون تغییرات بنیادین و اساسی صورت میگیره. اما آیا واقعا نیروهای نظامی ایران این آمادگی رو دارن، این حتی من نمیخوام بگم این ارادش رو دارن، چون ممکنه بخشی از حاکمیت ارادش رو داشته باشه، اما آیا قدرت این رو دارن، توانایی این رو دارن که تفنگ بکشن روی هم میهنانشون اگر اون خروش میلیونی شکل بگیره و کشتار وسیع صورت بگیره؟ آیا در داخل چنین چیزی امکان پذیره و طبیعتاً در خارج از کشور پذیرفته است؟ و آیا چنین اراده‌ای در نیروهای نظامی ایران حتی همون بسیجی و سپاهی وجود داره؟ خب تشکر میکنم، نکته خیلی خوبی رو فارتونی عزیز اشاره کردید. میخوام نکته بگم به عنوان یک فردی که جزء نیروهای مسلح جزء ارتش جمهوری اسلامی بوده، امروز افتخار میکنم که از این سیاهی من در اومدم و به سمت مردم، به سمت روشنایی قدم برداشتم و ممنونم از مردم ایران که با آغوش باز استقبال کردن. و پیامم به تمام نیروهای مسلح اینه که تا دیر نشده برگردیم به آغوش مردم ایران. مردم ایران اصلا آغوششون برای شما بازه و شما استقبال میکنن. و همکنون کمپین به نام برگردیم به آغوش مردم ایران در حال جریان درباره نظامیان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. و امیدوارم تک تک پرسنل نیروهای مسلح به این موضوع پی ببرن و به فردای براندازی فکر کنن. ایران ما خیلی بزرگ و جا برای همه هست. اما اگر برگردم به خروش میلیونی، جناب فارسانی، اگر یک خروش میلیونی در تهران، فقط بخوام در تهران که پایتخت و ما نیاز داریم برای سقوط جمهوری اسلامی تهران سقوط کنه شکل بگیره، من به شما قطعا این قول رو میدم هیچ نیروی نظامی و سرکوبگری توان مبارزه با یک جمعیت میلیونی نداره. یعنی این یک چیز اثبات شده ایه. ما تقریبا 17,000 عضو یگان ویژه داریم و 610,000 نیروی مسلح و پرسنل فعال نظامی و تقریبا 1,000,000 نیروی زخمی. با توجه به گسترده و گستردگی ارض و طول جغرافیایی ایران، برای جمهوری اسلامی این امکان وجود نداره که در یک زمان کوتاه تمام نیروهاشو در یک جا متمرکز کنه. و باید این نتیجه این نکته هم در نظر بگیریم که تمام نیروهای مسلح ایران واقف به جنگ شهری نیستن که یک مقوله متفاوتی داره، جنگ در ارض و زمین ما. در نتیجه اگر مردم ما یک همتی بکنن، یک اتحاد، یک همکاری، یک همصدایی ایجاد کنن، من به اینو باور دارم که در مدت 2 یا 3 ساعت تهران سقوط خواهد کرد و هیچ نیروی مسلح قادر نیست این خروش میلیونی رو کنترل کنه. و در آخر دوباره میخوام از تمام نیروهای مسلح، از تمام همکارانم، شما در سیاهی هستید، امروز باید فریاد مردم ایران رو بشنوید و امیدوارم که به مردم ایران بپیوندید. ایران ما خیلی بزرگه، در ایرانی آزاد جا برای همه هست، حتی برای شما، حتی برای فرزندان شما، حتی برای خانواده شما. و قطعا مردم ایران امروز رو به خاطر خواهند سپرد و فردای آزادی همه با هم در کنار هم در صلح با میتونیم ایرانمون رو بسازیم و به اون آرمان‌هایی که لازمه و باید یک شهروند با توجه به شرایط، با توجه به منابع مالی کثیر ایران بهش برسیم. دوستان ما دومی ذخیره نفتی جهان بعد از ونزوئلا داشت، ولی امروز به لطف جمهوری اشغالگر اسلامی مردم ما فقیرترین مردم دنیا شدیم. تشکر که وقت دارید. بله سپاسگزارم.
میدونم که متین جانم پشت پرده پیگیر بودن که ما یه مهمان عزیزی از داخل ایران داشته باشیم. من نامشون رو نمیارم تا موقعی که به جمع ما بپیوندن. متین جان، اما برمیگردیم به خود شما. ما از ایران باشید. ببخشید. متین جان، برمیگردیم به خود شما و همین. واقعا میدونید برای هر کاری، برای هر قیامی، برای هر خیزشی، برای هر جنبشی ما نیاز به استراتژی داریم، نیاز به تاکتیک داریم، نیاز به راهبرد داریم. نمیتونیم همینجوری، اولا که ما ابدا در جایگاهی نیستیم که به مردم بگیم چه کار بکنند یا نکنند. مردم بسیار بسیار هوشمندتر از امثال بنده هستند، خودشون در میدانن و میدونن چه کار بکنن. بنابراین ما اگر اینجا داریم صحبتی میکنیم، فقط به مردم میگیم که این شرایط هست و خود شما هستین که تصمیم میگیرین که اگر آزادی میخواین، اگر رفاه میخواین، اگر نان میخواین، اگر آب میخواین، اگر غذا میخواین، اگر هوا میخواین، اگر واکسن میخواین، همه اینا شرطش نبود جمهوری اسلامیه، براندازی جمهوری اسلامیه. اما طبیعتا ما به عنوان یک افرادی حالا میتونیم اینجا بیایم نظرات خودمون رو بگیم که مثلا برای اینکه مردم در چنبره خشونت جمهوری اسلامی گرفتار نشن، مردم برای اینکه جانشون حفظ بشه، چون ما مبارزه میکنیم برای زندگی، ما مبارزه نمیکنیم برای مرگ و شهادت، برای اینکه این مبارزه‌ای که میکنن به زندگی، به آزادی، به رفاه، به آسایش، به آرامش منجر بشه، باید از چه استراتژی استفاده کرد، از چه تاکتیکی استفاده کرد، چه راهبردی رو در پیش گرفت که به نتیجه برسه. ما که نمیخوایم به اهدل حسنیین به قول اینها برسیم، ما میخوایم به آزادی برسیم، ما میخوایم به زندگی برسیم، ما میخوایم جوانان ایرانی که بعضیشون اینجا میان نظر میذارن و میگن واقعا دیگه عمرمون رفت، جوانیمون رفت، به هر حال اینا حداقل یه بخشی از عمرشون که باقی مونده و نسل‌های آینده، فرزندان ما بتونن این آزادی رو ببینن. 42 سال زمان کمی نیست، هرچند در طول تاریخ میتونه زمان کوتاهی باشه، اما یک عمره. نسل‌های آینده، فرزندان ما، جوانان ما بتونن این آزادی رو ببینن و اگر به خیابون میان، اگر خیزش و خروش میلیونی دارن، اون نتیجه بخش باشه، نه اینکه نتیجهش بشه نیکتا اسفندانی و بسیاری تصاویری که من نشون دادم همراه با صحبت دوستان و به قول خودشون به سرشون شلیک کردن، به قلبشون شلیک کردن، یه سریشون اونجوری، یه سریشون به قول خود این آقایون به پاشون هم شلیک کردن و در خانه ها افتادن و بسیارانشون ما حتی نام اونها رو هم نمیدونیم. چگونه میشه اگر بر پای خودمون میستیم این بر پای ایستادن به آزادی منجر میشه؟ درود بر شما آقای فارسانی. بحث انسجام بین مردم هست. ما اگر دقت بکنیم سال 96 بین سال 88 96 و 98 تفاوت های وجود داره، انسجامی است که بین مردم اون درد مشترکه بیشتر ملموس شده، ملموس هست، درد یکدیگر رو میفهم. سال 96 وقتی که مردم اومدن از یک حرکتی که در مشهد یکی از همین آقایون استارتش رو زده بود بر علیه دولت استفاده کردن، مصادره به مصلوب کردن این حرکت رو و حرکت حرکت مردمی شد. در واقع حکومت نمیتونه به نام خودش اعتراضات مردمی رو بزنه و بالعکس، اونها ما در زمین کسی بازی نمیکنیم. اینو فهمیدن که آنها باید در زمین ما بازی بکنن. اتفاقی که میفته و این انسجامی که بین مردم بیشتر و بیشتر به وجود اومده، اولا باید بدونیم دنبال علت و معلول باشیم. وقتی که ما بحث رفراندوم رو کردیم، اجازه ندادن به ما، اعتصابات تو اومدیم انجام دادیم، اومدن در و پنجره های کاسبکاران ما رو در تهران شکستن، گفتن شما حق اعتصابات مدنی رو هم نداریم، اومدیم در خیابان اعتراض کردیم، همه در کنار همدیگر بودیم به صورت منسجم، اومدن و ما رو به اون شکل به اصطلاح کشتن، به قول شما به سر فقط نزدن، به پا هم زدن. این رو باید بدانن، اولا برانداز اخلاق مداره، نیاز به همزیستی داریم با تمام عزیزان، تمام افرادی که در خود بدنه نظام هم هستن، اینها باید بیان و بپیوندن به بدنه، به اصطلاح باید بیان و بین مردم باشن. به دنبال حقیقت هستیم و حقیقت الان به جایی رسیدیم که از مسیر نابودی جمهوری اسلامی میگذرد. این انسجام بین مردم قطعا به وجود اومده. به قول فریدون فرخزاد، ما هم قطعا نمیخوایم که در غربت بمونیم و در غربت بسوزیم، چقدر دیگه. همه در بیرون و داخل الان این انسجام به وجود اومده. پروپاگاندای خود نظام منحوس اسلامی خونسا شده به وسیله خود مردم که در داخل و بیرون هستن، همه یک صدا دارن تلاش میکنن. این انسجام به طور قطع به وجود اومده
و در روزهای آینده قطعاً شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. این برادری رو مردم به همدیگه ثابت کردن. مطمئنم در بالاخره داخل کشور این رو هم باید در نظر داشته باشیم. پیشوایی مردم بر مردم برای فردای براندازی که خدمت مردم بر مردم هست. پیشوایی مردم بر مردم این رو میرسونه هر کدوم از مردم کشور خودشون یک رهبر هستن. اگر نیاز به چهره داریم، افراد مستقلی در داخل کشور هستن که دارن کارهای بزرگی رو انجام میدن برای به اصطلاح برای اینکه انسجام بین مردم رو در روزهای اعتراضات بیشتر بکنن. این نوید رو میدیم و مطمئناً اتفاقات خوبی خواهد افتاد. فقط باید در کنار هم باشیم با هر باور سیاسی مذهبی که داریم. درود بر شما فارسی. بله، سپاسگزارم. خانم دکتر بابک، قبل اینکه به شما برگردیم، متین جان اشاره کردن به صحبت‌های زیبای زنده یاد فریدون فرخزاد که یاد ایشون زنده و یاد فروغ فرخزاد زنده. من اجازه میخوام چند دقیقه کوتاه صحبت‌های فریدون فرخزاد رو بشنویم که دیگه در بین ما نیست، نه دنبال قدرت، نه حتی دنبال برگشت به ایرانه، چون در بین ما نیست. ولی ببینید، انگار همین امروز داره صحبت میکنه. همه شنیدیم این صحبت‌ها رو، ولی جا داره باز هم بشنویم که دنبال این نباشیم که اپوزیسیون چه کار میکنه. همه ما هر کدوم یک گام که برداریم میشه همگامی، میشه براندازی. با اجازه شما این صحبت ها رو چند دقیقه بشنویم. ندارم که تا به امروز کی رئیس اپوزیسیون بوده، ولی من به این معتقد هستم که هر ایرانی با شرفی در هر کجای دنیا قیام بکند برای نجات ایران، او اپوزیسیون ایرانه. و هر ایرانی با شرفی که در داخل خاک ایران بلند بشود مثل کاوه آهنگر و مردم ایران رو متحد و یک پارچه بکنند و اونها رو به دنبال خودشون، به دنبال خودش بکشونه و این عمل باعث آزادی ایران و آزادگی ملت ایران بشه، او همون کاوه آهنگره و او رهبر اپوزیسیون هستش. بنابراین ما قسم نخوردیم که یک کسی رو به عنوان رهبر اپوزیسیون در پاریس یا لندن همواره قبول داشته باشیم، مگر اینکه او برای ما که ملت ایران هستیم قدم‌های مثبت و موثری بردارد. ولی ما باید قسم بخوریم که خودمون در اول کار، در اولین وهله ملتی یک پارچه و متحد باشیم. این همه تفرقه ما رو هرگز به ایران بر نمیگردونه. شما ببینید، روس‌های سفید 50 سال پیش از روسیه تزاری آمدن بیرون و گفتن هفته دیگه به روسیه برمیگردیم. 50 سال در غربت دارند میپوسند. نگذارید در غربت بپوسید و تاریخ کشورتون رو به دست کسانی که دارن تاریخ ایران رو لگدمال میکنن نسپرید. با وجود تمام مسائل، چون به این معتقد هستم که ما بلند خواهیم شد، ما بخواهیم خواست و موفقیت با ما خواهد بود، چون به این معتقدم و میدانم که ما به زودی به کشورمون باز خواهیم گشت، به شما از زبان حافظ میگویم نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. امیدوارم که برخیزید، با ما برخیزید، برای آزادی ایران مبارزه کنید و بدانید که حق با کسی است که می رود و حق رو می گیرد. حق رو هرگز به شما نمی دهند. به خاطر حق باید بلند شید و بجنگید. خدا نگهدارتون باشه. بله، به خاطر حق باید بلند شد، جنگید. من میخوام که برگردیم به خانم دکتر میترا بابک عزیز. و خانم دکتر میترا بابک عزیز، باید راه رو به ما نشون میده فریدون فرخزاد عزیز، میگه باید برخیزید، باید حقتون رو بگیرید. حق گرفتنی است، ما همه این رو شنیدیم. چگونه میشه واقعا این صحبت ها رو از مرحله حرف خارج کنیم؟ نه به جمهوری اسلامی یه حرفه، نه به انتخابات یه حرفه، یه هشتگه. رای بی رای یه حرفه، یه هشتگه. البته من قبول دارم که مرزهای بین مجاز و واقعیت خیلی مرزهای باریکی هست، مخصوصا در دنیای امروز، در جهان، در عصر دیجیتال واقعا این مرزها ناپدید شده. اما باز هم تا ما بر نخیزیم، به قول زندیات فریدون فرخزاد، تا موقعی که نخواهیم روی پای خودمون بایستیم و حقمون رو مطالبه نکنیم، این حرف در هوا خواهد ماند. حرفیست باد هوا. اولا که من هر وقت صدای فریدون فرخزاد رو میشنوم تمام وجودم میلرزه و بسیار غمگین میشم که ما چقدر بی‌لیاقت بودیم، قدرشو ندونستیم و چقدر این رژیم جنایتکار صفاک و بیشرف بود که این چنین نامردانه و ناوجدانانه این عزیز ما رو تیکه تیکه کرد. چقدر جاش خالیه، خیلی جاش خالیه. ما صدای فرخزادها رو میخواستیم، انسانی به واقع دلسوز
و بسیار باسواد و بسیار دانا و بسیار شجاع و موضعش همیشه مشخص بود. از این موضع به اون موضع نمیپرید. کاملا موضعش مشخص بود. اما در مورد صحبت شما ببینید چه بعد از 43 سال بعد از بیانیه 14 که از داخل ایران این شیرزنان و شیرمردان یه همچین حرکتی رو کردن که بیانیهشون کوچکترین نقصی نداشت شروع شد و بعد به زندان افتادن و نوریزاد عزیزمون همچنان دیگران در زندان هستن، بعد نبه جمهوری اسلامی رسید. این فقط حرف نیست، فقط هشتگ نیست، کم ارزشش نکنید، بسیار مهم، حرکت بسیار بزرگی بود و کار زیبا رو خود شاهزاده رضا پهلوی یا رضا پهلوی کرد و همراه بانوی خودش و به همراه فرح عزیزمون و بعد به همراه عزیزان دیگری که این رو به دست گرفتن و گفتن نه به جمهوری اسلامی. از داخل ایران شروع شد، خارج از ایران همراهی کرد، سفت و محکم چسبیدیم بهش. حتی کسانی که آخه با اما و چرا این فقط یه حرفه رو گفتند، ایستادیم در مقابلشون و حال میبینیم که چقدر دارن تلاش میکنن و همین نبه جمهوری اسلامی با زبان و فکر و رفتار خودشون رسیدن و دارن تلاش های بسیار زیادی رو میکنن. پس فقط حرف نیست، فقط هشتگ نیست، حرف دل ملت، فریاد ملت، فریاد همصدایی یک ملت. این در درجه اول. مسئله رای بی رای سالیان ساله مسیح عزیزمون این و آن و آن همه گفتن بارها و بارها. منم خودم دائما پست میکردم که این یک خیمه شب بازیه، آیا حق ما و لیاقت ما بد و بدتر است و یا خوب و خوبتر. به هر حال رای بی رای جا افتاد، رسیدیم به 1400. باید این اتفاقات میافتاد، باید ریشه این رژیم داعش شیعه با تمام سلولاش باید خودش رو نشون میداد. یعنی اگر 10 سال پیش بود این اتفاق نمیتونه، دیدیم که 88 نشد، حتی 98 هم نشد، اما بعد از هواپیمای اوکراین، بعد از نویدها، بعد از پویاها، بعد از این همه عزیز عرب و بلوچ و کرد و بخش بخش این کشور و این گربه اسیر ما، مردم دیگه تحمل ندارن. مردم تا کمر تویش از سطلای آشغال هستن، خط متوسط نداریم، ستون خوابم بعد از گول خواب درست شد، یعنی چیزی دیگه برای ملت ایران نمونده. بچه‌ها که از داخل ایران با ما تماس میگیرن تو کلاب هاوس میگن ما دیگه چیزی نداریم که بترسیم از دستش بدیم، همه چی ما رو از ما گرفتن و حال تلاش کردن که هویت ایرانی رو بگیرن. در یکی از کلاب هاوس ها گوش کنید، در یکی از کلاب هاوس ها آقای حقوقدان بیت رهبری، متخصص حقوق، تحصیل کرده حقوق، با دو تا معمم دیگه اومده بودن اتاق باز کرده بودن به اسم بیت رهبر خارجی و صحبتشون در مورد این بود که ما به جای خامنه‌ای باید یه رهبر، اگر نشه رهبر خارجی به حسن نصرالله رو بذاریم. یعنی شما ببینیم به کجا ایران اینا دارن میرسونن که ایران میخوان بدن دست حسن نصرالله که بشه ولی فقیه. در کنارشم با وقاحت تمام، البته من رفتم بالا به خدمتشون رسیدم صحبت کردم، با وقاحت تمام برگشتن گفتن ما به فکر ایران نیستیم، ما هرگز به فکر ایران نبودیم، ما به فکر ملت ایران و مردم ایران نیستیم، ما به فکر امتیم، امت شیعه که در یمن و سوریه و این بر و اون بر و غزه و همه جا طرفدار ما هستن. که من فریاد زدم گفتم اگه عربی بلدی برو تو اتاقهای کلاب هاوس عربی ببین ازتون منزجرن، بیچارهشون کردیم، آواره و بدبختشون کردیم، تیکه تیکه کردیم زن و بچه رو به اسم اسلام و به اسم داعشتون. گذشت آقای فارسانی، اینا شعار دیگه نیست، اینا فریاد ملته. ببینید روز به روز داره سختتر و سختتر میشه، جمعیت تظاهرات داره بیشتر میشه، مردم عراق کف خیابونن الان و گفتن از کف خیابون نمیریم بیرون تا زمانی که این دولت لغو بشه و جمهوری اسلامی دست از سر ما برداره. ملت ها در کنار ما قرار گرفتن، دولت ها رو باید بذاریم کنار. پس در جواب شما، مردم در کنار هم دارن قرار میگیرن، احزاب و گروه ها و اصناف در کنار هم دارن قرار میگیرن. دیگه چرا فکر کنیم فقط شعار داریم میدیم؟ شعارها داده شد،
باید این اتفاق می افتاد. 4 دهه گذشت اما حال وقت رفتن آنها و آمدن یک دنیای دموکراسی برای ایرانه. فقط و فقط باید تلاش بکنیم، هرگز اجازه ندیم هیچ کس ناامیدتون بکنه، هیچ کس بترسونتتون، برای اینکه رژیم ایران دقیقا تنها تلاشش اول رو با وحشت و کشت و کشتار بود، بعد ناامید کردن، بعد وارد دنیای مواد مخدر و پلاستیک سرجری و جراحی پلاستیک جوانا رو بکشونه تو دنیای غرق فساد زیرزمینی و بعد ناامیدی و بی‌تفاوتی. الان دیگه اون روزها گذشت. این مراحل باید برای یک ملت شاید پیش می اومد، متاسفانه هزینه بالایی بود، اما برای بیداری باید هزینه داد. اما از همه مهمتر آگاهی باید قبل از آزادی باشه، که در طی این 43 سال آگاهی لحظه به لحظه خود جمهوری اسلامی خودش رو به وضوح نشون داد که چه سفاک و جنایتکار و چقدر غارتگر و دزده برای این گربه ما، و نه فقط این گربه ما، برای تمام کشورهای همسایه. به امید اینکه روز به روز امیدمون رو به همدیگه بیشتر بکنیم، باید وظیفه تک تک ماست که جلوی کسانی که ناامید میکنن، اینا از سایبری هستن، اینا از رژیم هستن، اجازه دیگه نمیدیم نه ما رو بترسونن، نه ما رو خفه کنن و نه ما رو ناامید و بیتفاوت بکنن. هر بیتفاوتی دقیقاً داره دست و دست جمهوری اسلامی میذاره. زمان زمان بیتفاوتی نیست، زمان زمان وجدانه، زمان زمان حرکت و عمل. درود بر شما، درود بر شما، سپاسگزارم. میدونم که متوجه منظور من بودین، من ابدا منظورم این نبود که منظورم اونها بودن. بله، نه به جمهوری اسلامی بسیار اثرگذاره، رای بی رای بسیار اثرگذاره، نه به انتخابات یا انتصابات بسیار اثرگذاره، اما این اثرگذاری رو باید پیوند بدیم با خیزش و خروش و قیام در خیابان، چون میدونید مثل ضربه های کوتاه و مداوم پد، که این ضربه ها ممکنه کوتاه باشه اما این مداومت باعث میشه که اون سنگ هم بشکنه و نابود بشه. بنابراین هر کدوم از این ضربه ها، هر نه به جمهوری اسلامی، هر رأی بی رأی، هر نه به انتخابات، هر هشتگی بی تردید تأثیر گذاره. من تأکید کردم که مرز بین واقعیت و مجاز در دنیای امروز از بین رفته، مسئله آگاهی. اینها باعث میشه که آگاهی در واقع مستحکم بشه، آگاهی مستقر بشه در ذهن، و این آگاهی هست که به رهایی می انجامد. وگرنه اگر آگاهی نباشه، به قول داریوش میگه ای آزادی این بار با آگاهی بیا، اگر آزادی با آگاهی نیاد باز هم در بر همان پاشنه میچرخد. امید جان، من قبل برنامه هم که یک گپ کوتاهی با هم دیگه داشتیم، صحبت از این انتخابات یا انتصابات جمهوری اسلامی بود. من یادم سال 76، من سال 77 رفتم دانشگاه امام صادق الهیات موندم، بعد همون موقعی که صحبت انتخابات بود و اینا، اگر یادتون باشه گفتم که آقای خامنه‌ای نظرش روی ناطق نوریه، و بعد یه دفعه همه گفتن حالا که آقای خامنه‌ای نظرش روی ناطق نوریه، همه بریم رأی بدیم به خاتمی. و بعد دیدیم که اساساً خود خاتمی یک جورایی پروژه نظام بود که نظامی که در بنبست قرار گرفته بود با خاتمی از بنبست خارج بشه. الان هم همه دارن میگن که آقای خامنه‌ای میخواد که رئیسی بشه. ممکنه همون بازی دوباره به وجود بیاد، دوباره یه بازی بندازم که اینو رد صلاحیت کنیم، اونو تایید صلاحیت کنیم، حالا روحانی نامه نوشته به خامنه‌ای، حالا مثلا میان لاریجانی رو تایید کنن، بعد یه موجی را بندازن، حتی احمدی نژاد که اینو آقای خامنه‌ای نمیخواست، حالا چون خامنه‌ای نمیخواد بیایم یک نه بزرگی به آقای خامنه‌ای بگیم و دوباره مردم را یک بار دیگه بازی بدن، که البته من میدونم مردم بازی نمیخورن، اما چون صحبت از نه به انتخابات هم هست و اون رو هم باید به خروش میلیونی پیوند بدیم، ممکنه فردای انتخابات، 10 روز بعد از انتخابات، همون روز انتخابات یک شرایطی پیش بیاد که مردم به خیابان بریزن و اونجا دیگه نگن رأی من کو، اونجا دیگه بگن ایران من کو. اون وقت ما چه کار میتونیم بکنیم که این بازی انتخابات رو به هم بزنیم و اون رو پیوند بدیم با خروش میلیونی؟ جواب بسیار ساده و کوتاه، نه به جمهوری اسلامی. فرقی نمی کنه. هر کسی که در این سیستم باشه از دید مردم ایران منفور هست، از دید مردم ایران رد شده هست، و مردم ایران با کمپین نه به جمهوری اسلامی پاسخ دادن. اما میخوام یک مطلب دیگه رو بگم، آگاهی اتحاد میاره و اتحاد آزادی میاره. من از همین وقتی که دارم و
یه تشکر ویژه از شما و خانم دکتر میترا بابک و مدیم خالدی عزیز بکنم. دوست دارم که از هموطنان، از مردم ایران، از فعالین سیاسی، فعالین حقوق بشر، از هنرمندان، از ورزشکاران، از همه کسانی که دل در گروه آزادی ایران زمین دارن، میهن پرست هستن، دعوت کنم که همان گونه که یک بار پاسختون مثبت بود و امروز داریم نتیجه‌اش رو می‌بینیم، نهی جمهوری اسلامی رو قبول کردید، امروز هم بیاییم و خروش میلیونی رو حمایت کنیم همه با هم دیگه، تا این مهم، تا این آرمان ما که آزادی ایران زمینه به زودی بهش برسیم. تنها راه نجات ما خروش میلیونی. بگذاریم که نه به جمهوری اسلامی برای ما یک نتیجه داشته باشه. فرصت بسیار بسیار کمه و جمهوری اسلامی در ضعیفترین حالت خودش قرار گرفته. هم اونا میدونن، هم ما که خواهان آزادی هستیم میدونیم. پس یک بار برای همیشه همان گونه که نه به جمهوری اسلامی رو قبول کردید، پاسخ دادید و امروز ما میبینیم که میخواهید اجرا کنید، به خروش میلیونی هم جواب بدید و اجراش کنید و قطعاً پیروزی با آزادی خواهان. ممنونم. بله، سپاسگزارم. میریم سراغ متین عزیز. متین جان، شما هم اگر اون مهمان ما از ایران اومدن که بفرمایید و هم نظر خود شما رو هم بشنویم، این که باز هم راهکار چیه برای پیوند زدن نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات، رای بی رای به خروش میلیونی، و اگر یک بار دیگه جمهوری اسلامی این بازی انتخابات، این سیرک انتخابات، این خیمه شب بازی انتخابات رو خواست باهاش با مردم بازی کنه، چگونه میتونیم بازیش رو به هم بزنیم و بازی خودمون رو داشته باشیم، ابتکار عمل رو ما به دست بگیریم؟ ببینید، فرصتی که ایجاد شده باید غنیمت شمار. فرصت بسیار فرصت ارزشمندی است. به اصطلاح این بستر فراهمه برای نابودی دشخیمان حکومت اسلامی. ما به دنبال جهان به اصطلاح کشوری هستیم که در اون زندگی بکنیم که من میگم با تمام اختلافاتی که با تو دارم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی. ما نیاز داریم به یک همچین همزیستی. الان در این نقطه که اینجا به هم رسیدیم و بر اتفاق نظر داریم، بر روی هدفی که هست، این انسجام در داخل کشور وجود داره، شکاف در حاکمیت وجود داره، سیاست‌های خارجی حکومت اسلامی مشخصاً داره کشور ایران و ملت ایران رو به نابودی می‌کشه. نکته دیگه که وجود داره، سعی میکنن امیدهای واهی رو تزریق بکنن، کما که در سالهای گذشته کردن، مثلا با نام چه میدونم به اصطلاح اون آقای ظریف اومد و با غرب سعی کرد توافقاتی رو داشته باشه، به صورت واهی یک سری امیدهای رو به مردم تزریق بکنه که واهی بود. من این رو میخوام بگم، اگر چیزی هم تزریق بشه از باب معیشتی به داخل کشور ایران، دقیقا به جیب آخوندها میره، به جیب افرادی میره که بعدن تبدیل بشه عمامه برای آخوندهایی که در جامعة المصطفى، و یا تبدیل بشه به تیر و تفنگ که بریزن بر سر اسرائیل و فلسطین و جنگهای نیابتی بکنن. اتفاقی که افتاده، مردم بر تمام این مسائل واقف و آگاه هستن، انسجام وجود داره. از کوچکترین فضایی باید استفاده بکنیم. در روزهای بعد از انتصابات دقت کنید، روزهای بعد از انتصابات اتفاقات بسیار بزرگی در کشور خواهد افتاد. تمام حوادث رو قشنگ مردم دارن لمس میکنن. درد و زجری رو که کشیدن در طی این سالها تبدیل به خشم شده، سلاحشون خشمشون هست. این عین اخلاق مداریست که ما به خیابان بیاییم و حق خودمون رو بخواهیم. علت و معلول رو فراموش نکنیم. اگر جایی اتفاقی افتاد، اگر خشونتی از سمت حکومت شکل گرفت، مردم حق دفاع مشروع دارن، دفاع مشروع صرفا، و این عین اخلاق مداریست در مسیر رسیدن به عدالت، در مسیر رسیدن به آرمانهایی که خود مردم برای کشور خودمون داریم، برای اینکه بتونیم سالم زندگی بکنیم، کنار همدیگه لبخند بزنیم. دلمون تنگ شده برای همچین روزهایی. ما هم در غربت دلمون تنگ شده که بریم مادرمون، فرزندمون، پدرمون، هر کس کسی رو داره. برای همین این انسجام وجود داره و امیدوارم که این اتفاق خوب که آقای فریدون فرخزاد هم زنده یاد فرموده بودن، نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. روزهای خیلی خوبی در انتظاره، به امید روزهای خوب که در میدان شهیات همدیگر رو ببینیم و بتونیم دست همدیگر رو بگیریم. بله، به امید
اون روز زیبا صحبت از دفاع مشروط کردیم. من میخوام هم یه نکته ای رو بگم و هم صحبت های خانم میترا بابک رو بشنویم در مورد دفاع مشروع، ولی من یه توضیحی بدم. من بارها گفتم که مثال امروز ایران ما مثال خانه ایست و خانواده ایست که یک اجنبی، یک خارجی اومده اون خانه رو اشغال کرده، بر زنان و فرزندان آن خانواده تجاوز کرده، اونها رو کشته و بعد تفنگش رو بر شقیقه مرد اون خانواده گذاشته و میگه الان میخوام خودت رو بکشم. در چنین شرایطی اگر اون مرد خانواده، اگر اون کسی که اونجا هست، اگر بتونه چاقوی از جیبش در بیاره و از خودش دفاع کنه و اون متجاوز رو بکشه، خب طبیعتاً این در قالب دفاع مشروع نه تنها مذموم نیست بلکه پسندیده است. نکته دیگه که من میخوام بگم، همه ما دیدیم که جمهوری اسلامی اومد و رسماً اعلام کرد که ببخشید نهادهای بین المللی اومدن رسما اعلام کردن، ببخشید من همزمان باید این کارهای فنی رو انجام بدم، گاهی اوقات تمرکز صحبتم به هم میخوره، از این بابت عذرخواهی میکنم و تمرکز برنامه. اعلام کردن که همین موشکی که زدن به هواپیمای اوکراینی که بعضی‌ها هم میگن موشک سپاه، من با این مخالفم، باید بگیم موشک‌های جمهوری اسلامی، چون وقتی ما میگیم موشک سپاه یعنی یک بخشی از جمهوری اسلامی رو تبرئه میکنیم. به هر روی موشک‌های جمهوری اسلامی رو اومدن عمدن زدن به هواپیما و خود اوکراین و کانادا اعلام کردن این عملیات تروریستی بود. جمهوری اسلامی از سینما رکس این کار رو شروع کرد تا همین امروز. من گفتم که هم دفاع مشروع رو ما داریم، هم مداخله بشر دوستانه. یکی از نواهای همین آیت الله ها از نیویورک به من زنگ زد، گفت این آخوندان میتونن که میلیون ها نفر رو بکشن برای حفظ قدرت و این کار رو میکنن، ارادش رو دارن، که البته من باور میدارم اگه ارادش رو دارن قدرتش رو ندارن. اما اگر روزی که ما دیدیم موشک رو خواستن بزنن به عراق، افتاد در کردستان، به هر حال این کارا رو کردن، اگر روزی خواستن موشک بزنن سر مردم ایران، که این کار رو واقعا از وقاحت اینها هیچ چیزی بعید نیست، اون وقت جامعه جهانی میتونه مداخله بشر دوستانه کنه. مداخله بشر دوستانه به چه گونه؟ بیاد همین پایگاه‌های موشکی رو موشک بندازه نابود کنه، کما این کاری که اسرائیل میکنه و ما سپاسگزاریم ازش. بیاد بیت رهبری رو بزنه، نهادها رو بزنه، با این ملاحظه که زیرساخت‌های ایران رو نزنه و نیروهای غیر نظامی ایران رو نزنه. بنابراین مداخله بشر دوستانه و حق دفاع مشروع در تمام قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده. ما نباید بترسیم اگر نیاز باشه از خودمون دفاع مشروع کنیم، اما عرض کردم دفاعی که لجیتیمت هست، نه اینکه ما بخوایم بریم حمله کنیم مثلا یه جایی اسلحه ها رو برداریم و بعد بیافتیم به جون مردم یا کسایی که هنوز هیچ دادگاهی هیچ اتهامی رو برای اونها ثابت نکرده. اما بحث دفاع مشروع بحثیه که کاملا جداست. خانم دکتر بابک عزیز، من میخوام صحبتهای شما رو بشنوم، هم در این مورد هم هر چیزی دیگه صلاح میدونید، و بعد برگردیم، چون زمانم دیگه داره تقریبا حداقل در یوتیوب تمام میشه این برنامه که ما گفتیم حد اکثر یک ساعت تا یک ساعت و نیم، اما بعد میتونیم بحثا رو در کلاب هاوس ادامه بدیم، شاید یکی دوتا از نظر دوستان رو هم بیاریم، فعلا همینجا هم بشنویم اگر سوالی دارن. و این خروش میلیونی رو از هشتگ که بسیار خوب و بجاست به خروش در خیابان هم وصل کنیم، و من از دوستانم خواهش میکنم که این بحث خروش میلیونی رو، هم هشتگش رو، هم صحبتش رو، و هم بیانش رو، و هم به مرحله و منصه ظهور و عمل رسوندنش رو با ما همراه باشن. همراه شو عزیز و همراه شو این شما خانم دکتر بابک عزیز، اگر نکته ای هست بفرمایید. کی فکر میکنین که میتونیم باشون صحبت کنیم؟ من گفتم صحبتهای شما رو بشنویم و بعد نظر دوستان رو بشنویم، هر وقت شما سلام. نه مهمانمون که از ایران قرار بود با ما باشه. متین جان مهمان ما میان از ایران؟ من همین الان پشت صحنه باشون صحبت کردم، مشکلی داشتن گفتن میان، من لینک رو براشون فرستادم. جلسه اول بود، ضمن این که از آقای آزاد فارسانی عزیز تشکر خیلی ویژه‌ای باید کرد، قدردانی باید کرد از شما، از خانم میترا بابک بسیار قدردانی لازمه، یعنی انسان‌های مستقل، انقدر انسان‌های شرافتمند. ما هماهنگ کردیم باشون، متاسفانه به خاطر شرایطی که دارن، احکامی که دارن، زیر حکم هستن، یک مقدار برنامه‌های تداخل پیدا کرد، ولی حتما در روزهای آینده اگر آقای فارسانی هم حالا هماهنگی رو انجام میشه، هم ایشون چند تن هستن که بسیار ارزشمندن و بسیار هم برای مردم جالب خواهد بود اینها بیان صحبت بکنن، خیلی مفید خواهد بود. حالا یعنی ما چون من قول دادم به خیلی بچه های دیگه کلاب هستم الان دارن لایو نگاه میکنن، یعنی ما متاسفانه نمیتونیم امروز باشون صحبت کنیم.
من 5 دقیقه پیش لینک رو براشون فرستادم، معذوریت داشتند، گفتم احکامی دارند ولی امیدوارم که برسن. نیاز باشه من اسمشون رو هم الان حتی بگم؟ بذارید، حالا مشکل نیست یعنی هستن؟ مشکل نیست، مشکل نیست اگر نامشون رو ببریم. اگر نه، خانم منصوری بودن که قرار بود باشن در کنار ما. خانم نرگس محمدی هم قول دادن که در روزهای آینده در کنار ما باشن. بله، خانم نرگس منصوری و خانم نرگس محمدی. ولی من قبل برنامه هم گفتم ما واقعا معذوریت های اینها رو درک میکنیم و ما میدونیم که برای خانم نرگس محمدی 70-80 ضرب شلاق به اضافه چندین حکم براشون بستن، به اضافه حکم مادی و همچنین حکم تعزیری، و واقعا جامعه جهانی باید در این مورد البته اقدام کردن و من کردن این قضیه رو. مثلا 70-80 ضرب شلاق، امیدوارم چون من خیلی دوست داشتم که بانو رو امروز در کنار هم باشیم، ولی خب کاملا من درک میکنم شرایطشون رو. طبیعتا الان اگر در کنار باشن ممکنه که یه مقدار آزار و اذیتشون بیشتر بشه از طرف یک همچین دولتی، ولی واقعا دلم میشکنه از اینی که نمیتونیم باشون صحبت کنیم. خیلی خوشحال بودم که همه عزیزان صداشو بشنون، صدای فریادشو بدونن که همه ما در کنار هم پشتش هستیم، پشت همه عزیزان زندانی هستیم و خانواده ها. ولی خب متاسفانه باید درکم بکنیم که شرایطشون شرایطی نیستش که، چون هیچ کدوم از ماها نمیتونیم یک لحظه خودمون رو جای این عزیزان که داخل ایران هستن بگذاریم. برای اینکه میدونید فشارهای خیلی زیاد روحی روانی، تهدیدهای خیلی بد روحی روانی و جسمی روی این عزیزان وارد میکنن و طبیعتاً خیلی سخته که ما توقعمون زیاد باشه. دلم خیلی شکست که نمیتونیم، اما چه کنیم که باید درکم بکنیم این مسئله. در آخر من فکر میکنم وقتی جنبندیمون رسیده، درست میگم؟ بله، اگر حالا وقت داریم، اگر نکته ای هست شما عجله نیست نکاتتون رو حتما بفرمایید، جنبندی هم بفرمایید، یعنی هر توضیحی لازم هست توی وقت آزاد خودتون، نگران وقت نباشیم، بفرمایید. متین جان نکته‌ای داشتین شما؟ آره، خانم بابک چون میخوام صحبت بکنم خیلی خوشحال میشم اگر امکانش باشه. خانم دکتر بابک، ببین خیلی زشت و غیر اخلاقی، ما این به اصطلاح مردم فعالان رو میبینیم این چنین تحت ستم هستن داخل کشور و این چنین دارن تلاش میکنن برای هدف مشترکی که همه ما داریم. خیلی غیر اخلاقیه که به اصطلاح بخوایم توی این موقعیت حساس به هم دیگه انگ بزنند و افرادی که حالا در هر جایی که هستن، کاش این موقعیت حساس رو درک بکنیم. لطفاً در این مورد هم اگر امکانش هست شما چند کلمه برای ما صحبت بکنید. ببینید متاسفانه ما از طرف خود جمهوری اسلامی هم کم نداشتیم که تفرقه بندازه و عزیزان های ما رو داد. حتی بیانیه 14 به ساده ترینش بیانیه 14 بود. چقدر بعضی از احزاب، بعضی از اشخاص، مخصوصا خود جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که بی ارزشش بکنه و حتی یه جمله که من شخصا خودم شنیدم که مسخره میکردن و گفتن 14 معصوم، اینا از خود جمهوری اسلامی هستن، تا اینکه اینا همشون به زندان افتادن و همه اینا شرمنده تفکر غلط خودشون شد. جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو برای تفرقه بیانداز و حکومت بکن رو داشته و داره و خواهد داشت تا زمانی که وجود داره. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این عزیز برای یک لحظه خودمون رو جای این عزیزان بگذاریم. ببینید من در مورد شکنجه تو برنامه‌های روانیارم صحبت کردم، در مورد توابین صحبت کردم، از نظر روانشناسی چه بلاهای این نظام جمهوری اسلامی، چه بلاهایی سر این جوانای معصوم ما از زمانی که شروع کرد، قبل از اون محاکمه های بسیار وحشتناک و دردناک و وحشیانه که اینا در اون مدرسه و پشت بام اون مدرسه چقدر وحشیگری بود، اون طرز محاکمه کردن طرفدارای نظام از افسران گرفته تا دیگر و دیگر و دیگران. ما میخواییم یه همچین اتفاقی نیفته. ما نمیخواییم مثل امثال خمینی و خمینیز رفتار بکنیم در جامعه. تمام تاریخ برای ما باید درس باشه.
الان وقتی بر میگردیم کلیپ ها رو نگاه میکنیم، نسل های بعدی وقتی بر میگردن کلیپ ها رو نگاه میکنن، واقعا شرمنده میشه آدم از این همه بهوش و وحشیگری. بعد اومدیم سال 60 دیدیم که چجور اعدام کردن، چجور کشتار کردن، چجور توابین درست کردن، چه رو به وحشتی در جامعه ایجاد کردن، چقدر تهدید خانواده ها رو چقدر تهدید کردن، حتی به دروغ گفتن به خانواده ها، به خارج خبر ندیم، به رادیو تلویزیون های خارج اپوزیسیون ها خبر ندین، اگر ندین نمی کشیم فرزندتو، اما باز هم کشتن و خانواده ها ساکت موندن به خاطر اینکه می ترسیدن عزیزشون کشته بشه و اعدام بشه. پول فشنگا رو این بیشرف ها اومدن از خانواده ها گرفتن، جنازه های دست جمعی جنوساید کردن سال 67، هنوز مادر و پدر نمی دونن عزیزشون کجا دفن شده، بعضی هاشون بدون دادخواهی رفتن زیر خاک. این اتفاقا پشت سر هم برای یک لحظه ماها که خارج از کشور هستیم و یا کسانی که داخل کشور هستن، ما باید برای یک لحظه حتی یک ثانیه خودمون رو جای این عزیزانی بذاریم که تمام این سالها تلاش کردن، چه کسانی که متاسفانه کشته شدن، چه کسانی که در زندان بودن و یا هستن و زیر شکنجه بودن و زیر انواع و اقسام تهدیدهای مختلف. پس نباید گوش هامون رو ببندیم و چشم هامون رو ببندیم و فقط دهانمون رو زبونمون رو باز کنیم و شعار بدیم و یا تمسخر کنیم و یا وز کنیم به این و آن. شرایط سخته، انسان وقتی زیر شکنجه قرار میگیره انسان ها متفاوته، شکنجه آسون نیست. یه خار تو دست انسان میره ببین چقدر دردناکه، یه خار گل. وای به حال این بیشرف ها که شب قبلم تازه فتوا دادن که دختر باکره رو تجاوز کنین که بتونن اعدام کنن. ما زیر دست یک همچین جلادایی عزیزای ما هستن، پس نمیتونیم توقع ازشون داشته باشیم که باید دائما فریاد بزنن، فریاد بزنن. شما نگاه کنین آقای نوریزادو چقدر از این حرفا شنیدیم، ولی ایشون همچنان ایستادگی کرد و اینقدر داره حتی خودزنی میکنه که فریاد زندانی های دیگر رو بداده به گوش داخل و خارج و خارج از کشوری ها و جهان برسونه. پس باید شعور، وجدان، اخلاق و انسانیتمون فراموشمون نشه. نسرین محمدی قرار بود امروز در کنار ما باشه، ولی من میدونم، من درکش میکنم، خیلی ترسناکه، سخته، الان سخته. بچه های عزیزش، شوهرش، شرایط خیلی سخت، شرایط آسون نیست برای مردمی که داخل زندان هستن و یا موقتاً آزاد شدن. زمانی که اینا موقتاً آزاد میشن به این آسونی و سلام و سلامات که آزاد نمیشن، با دنیا تعهد بعد آزاد بشن، با دنیا حرفای آنچنان. با این وضع شما نگاه کنید، نسرین ستوده، نرگس محمدی، همه این عزیزان، آتناهای ما، همه عزیزان که پوزش میخوام اسامیشون رو نیاوردم، ببینید با چه قدرتی دارن مقاومت میکنن. زیر نگاه کنین آتنای عزیز ما رو، با لبخند رفت، با لبخند رفت که آگاهی رو به عزیزان داخل زندان بشناسونه و آموزش بده، قدرت رو، انگیزه رو آموزش بده. اینا تقدیر باید بکنیم تک تک اینا رو، توقعمون رو بیاریم پایین، برای یک لحظه خودمون رو، عزیزمون رو جاشون بذاریم تا بتونیم درکشون بکنیم. من امیدوارم که بتونیم هفته های دیگه یا روزهای دیگه بتونیم نسرین محمدی عزیزمون رو، نرگس محمدی عزیزمون رو در کنار خودمون داشته باشیم یا عزیزان دیگر رو. من شخصا توقع ندارم، دلم خیلی شکست، دلم خیلی میخواست. همه کسانی که دارن برنامه ما رو میبینن منتظر بودن که این عزیز فریادش رو بزنه، صداش رو بشنویم، ولی خب درکم باید بکنیم، متاسفانه نمیتونیم توقع داشته باشیم. به هر حال من پوزش میخوام اگر که به این اتفاق نیفتاد، ولی میدونیم که باید درکم بکنیم، موقعیت رو باید بشناسیم، منم باید هم خودش داشته. من صدای شما رو ندارم، صدای شما قطع شد. بله، سپاسگزارم که گفتیم، من میکروفون خودم رو خاموش کرده بودم. بله، عرض کردم که ما واقعا باید درک کنیم همینجور که خانم دکتر بابک عزیز گفتن و بدونیم که این شمشیر داماکلس هست که بالای سر اونهاست، اما اونها شجاعانه، نترس و بیباک، مثل شیر، مثل شیرزن، مثل شیرمرد
ایستادن و پنجه در پنجه دیکتاتور میندازن، اما درک میکنیم که عرض کردم ما برای زندگی مبارزه میکنیم و درک میکنیم شرایط اونها رو، معذوریت ها و محدودیت های اونها رو، و حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که فریاد اونها باشیم، فریاد براندازان داخل کشور باشیم. اگر دوستان موافق باشن، من یکی از اولین افرادی که در کلاب هاوس بالا اومدن صحبت کنن، جناب حسن، صحبت ایشون رو بشنویم. حسن جان میکروفونتون رو روشن کنید، اگر نظری داریم بفرمایید، من صدای شما رو همزمان در یوتیوب پخش میکنم. اگر بلندترم صحبت کنی سپاسگزار میشم. خوبه الان؟ بله بله بهتره. ای فارسانی، من فقط خواستم که خدا قوت بگم از این جهت که این همه امید و این همه انرژی خودش خوبه که بعد از این همه تلاش برای فراخوان‌های مختلف و خروش میلیونی و نمیدونم تجمع میلیونی و انواع فراخوان‌هایی که تو این سال‌های اخیر داده شد، ما تا حالا ما کف تهران هستیم. حالا شما نمیدونم بقیه افرادی که الان توی گروه هستن کجا هستن، کجا زندگی میکنن. ما کف تهران هستیم، تا حالا ندیدیم توی این چند سال اخیر تجمع بالای 10-20 نفر از این هشتگ هایی که از توی توییتر و اینستاگرام و تلگرام و اینها بیرون میاد و فقط اینها در همون زیر تتو تقریبا باقی میمونه. خواستم عرض کنم که خروجیش چی بود؟ این همه تجمع، این همه هشتگ ها و این همه فراخوان ها و این ها، اگر حالا شما بخواید 96 یا 98 رو مثال بزنید، اینا هیچ کدوم با فراخوان ها. صدای شما قطع شده حسن جان، میکروفونتون خاموشه، روشن کنید. اینا هیچ کدوم با فراخوان های گروه های برانداز نبود، همش فراخوان های مردمی بوده. و باز هم میکروفونتون خاموش شد. الان صدا هست؟ بله بله. اینا هم خود مردم بودن که به خاطر حالا اشتباهات در عرصه مدیریت و در عرصه حالا مدیریت کشور و مسئولین بودن که حالا توی خیابون می‌ریختن، حالا قضیه بنزین بود و قضایای مختلفه اینچنینی. هیچ کدوم با فراخوان‌های هشتگی شما و فراخوان‌هایی که شما فکر می‌کنید که الان کف مردم هستید و دارید فریاد مردم رو می‌زنید نبوده. مثلا خروجی اینها دقیقاً چی بوده؟ و این همه حالا گروه ها، هشتگ ها، فراخوان ها و اینها جز یه آروم کردن خودتون و حالا مقدری که به ظاهر برای خودتون هستش، کف جامعه چی بوده؟ من اجازه دارم جوابشون رو بدم؟ حتما. عزیزم به بیت رهبریتون، به خامنه ای عزیزتون، بهشون بگین که لطف کنن اجازه بدن شمشیرشون رو برکشن بر خودشون و یا غلاف بکنن و اون اسنپشات هایی که از روی پشتوانا عزیزای ما رو تیراندازی کردن بهشون، اسلحه هاشون رو بذارن زمین تا اون وقت خروش ملی رو ببینی. شما زمانی که اینچنین صحبت میکنید، وقتی در مقابل اون ملتی که برای بنزین فقط نبوده، ای عزیز رهبر، اون فقط برای بنزین نبود، برای 43 سال ظلم و در بدری و بدبختی و بیچارگی و فقر و فساد و دزدی بیت رهبری شما بود. حال اومدی میخوای به ما بگی که فقط برای بنزین بود؟ یعنی که این حرفا حرف مفت برای شما، برای شما و بیت رهبریتون شاید مفت باشه که نیست. بدونید که دیگه نیست، این فقط برای شماست و از ترستون دارین این چنین صحبت میکنید. لطفا برید در همون اتاقهای کلاب هاوس خودتون حرف بزنید. خواهش میکنم دست از سر این ملت بردارید، خجالت بکشید. خود شمایی که الان این چنین صحبت کردی، وجدان داری که این چنین صحبت کردی؟ چند هزار نفر رو سال 98 کشتی؟ چند هزار نفر رو؟ شرم نمیکنید؟ شرم به خون نویدها و پویاها ندارید؟ ندارید، برای اینکه وجدان ندارید مثل بیت رهبری و اون خامنه ای جنایتکارتون. لطفا برید تو اتاقهای خودتون صحبت کنید. بله سپاسگزارم دکتر بابک عزیز. من میدونستم از قیافه ایشونم نه، چون ما نمیخوایم رفت و برگشت باشه، ولی یک دقیقه میتونی نظرتون رو بگین، در حد اکثر یک دقیقه بفرمایید. ما معمولا همیشه اول اینکه بریم تو اتاقای خودمون که معمولا جوابتون همین بوده و حالا ما
همین عدد و ادعای دموکراسی توی کشور. بله شما درست میگین. وقتی ما میایم تو اتاقای شما اصلا اجازه نمیدین ما بیایم بالا حرف بزنیم. فراموش نکنیم لااقل ما اجازه به شما میدیم که بیاین صحبت کنید. ببینین چقدر فرق زیاده. ولی فرق ببین چقدر زیاده. به اضافه این که خواهش میکنم، تمنا میکنم، فقط برای یک لحظه، فقط برای یک لحظه تعصب دینی تو اگر داری و یا عاشق بیت رهبریت هستی به خاطر جیبت، برای یک لحظه وجدانت رو بیدار کن. تعصبت رو بذار کنار، پولت هم بذار کنار، وجدانت رو نگاه کن. آیا 43 سال این ملت چی کشیدن از دست شماها و امثال شماها؟ بعد حالا اومدی به ما میگی که ما دموکراسی نداریم عزیزم. نه بذاریم بعد این بحثا رو ادامه میدیم. من فقط حسن جان ببینید ما اساسا آقای پارسان من در اتاقهای کلاب هاوس هستم، ایشون میتونن بیان در اتاقهای کلاب هاوس هر چی دلشون میخواد صحبت کنن. اجازه بدین ما فعلا کار خودمون رو انجام بدیم. بله حسن جان من بگم، ما اولین نفری ما برنامه در یوتیوب اساسا قرار نبود صحبت‌های دوستان رو بشنویم، ولی من چون متوجه شدم که شما از طرفدارای جمهوری اسلامی هستید تعمدن خواستم شما نظرتون. آقای فارسان بله بفرمایید. شما یه لحظه ضعیف شد. من صدای شما رو ندارم. کشور هم اگر دستتون برسه خب خیلی اوضاع دیگه. بعد جوابش نمیدم. نکته بعدی من فقط یک سوال. من صدای شما رو ندارم آقای پارسان، متاسفانه صداتون خیلی ضعیف شد. الان خوبه بفرمایید. صدا من ضعیف. نه بازم خیلی ضعیفه. سوال من فقط یک سوال آروم عرض کردم ولی تو جوابش نمیدونم خانم کی هستن ایشون که دارن جواب میدن. فقط تو این و خامنه‌ای جناب فارسانی اینجا نیاز هست بنده به عنوان یک شخص از زمان صدای شما خیلی ضعیفه متاسفانه نمیشنوم. بله بله من اینجا بحث رو تموم میکنم چون قرار ما نبود که این صحبت ها رو داشته باشیم. دوستان برمیگردیم توی کلاب هاوس. حسن جان برمیگردیم. من فقط یک توضیح بدم، عرض کردم که من تعمدن جناب حسن رو بالا آوردم که صحبت کنن با اینکه قرار نبود صحبتی بشه در کلاب هاوس، خیلی فقط یک نظر بشنویم و تنها فرصتی که ما به مخاطبان دادیم به یکی از طرفدارای جمهوری اسلامی بود در این بحث. خیلی خوب شد. من متاسفانه صدای شما رو خیلی ضعیف دارم، نمیدونم بچه ها صدای منو میشنون یا نه، ولی من هست یا نه. ولی اتفاقا خیلی خوب شد آقای فارسانی. ما باید به اینا بفهمونیم ما دیگه از شما نمیترسیم. ما باید به اینا بفهمونیم ملت ایران دیگه خسته شدن از دست حرف‌های مسخره‌آمیز، تهدیدها، ناامید کردنها و رعب و وحشتها. باید بفهمن هم در اتاقهای ATS میان هم در اتاقهای ما برای براندازی. اجازه بدید همین خود ما بهشون خوب بلدیم جواب بدیم. ما ناسزاگو نیستیم، ما شمشیر نداریم، ما خرد و زبان خرد داریم. فرق ما با آنها این است. بله نه نه من عرض کردم اساسا قرار نیست اینجا صحبت بشه ولی ما یه صحبت. من صدای شما رو ضعیف دارم آقا، نمیدونم چی شد چرا ضعیف دارم. احتمالاً از سیستم شماست خانم دکتر بابک عزیز، چون فکر کنم دوستان صدا رو خوب دارن. من فقط یه توضیحی بدم حسن جان، ما اساسا قرار نبود چون برنامه لایو در یوتیوب، شما تنها فردی بودین که در برنامه اومدین بالا، مفصلم نظرتون رو گفتین، هیچ کسی هم به شما توهین نکرد. شما به ما گفتین که نمیدونم اینا مخدره براتون. نه دوست عزیزم، شما میخواین عاملیت رو، کنشگری رو از مردم بگیرین و بگین مردم نمیتونن. کنشگری رو از مردم بگیرین و بگین مردم نمیتونن. براندازان همون مردم داخل کشور هستن، براندازان همون پویا بختیاری هستن، براندازان همون نوید افکاری هستن. اینها اومدن توی خیابون که شما حداقل 1500 نفرشون رو کشتین. اینکه 10 نفر هم نیومدن و اینها شما میخواین بگین مردم نمیتونن، مردم میتونن. شما میخواین کنشگری رو، عملیات رو از مردم بگیرین و به مردم تخدیر رو، همون چیزی که خودتون گفتین، مردم رو به تخدیر وادارین. همین جوری که سپاه شما مواد مخدر توزیع میکنه، همون جوری که خود جمهوری اسلامی با همراهی حزب الله لبنان بزرگترین کارتل مواد مخدر و بزرگترین تروریست در سراسر جهان هستن، شما هم بخشی از همون تروریست ها هستین. شما هم هر کسی که دیگه مرزها مشخص شده از این تروریست ها حمایت کنه شریک جنایت های اونهاست و قطعا در فردای آزادی در دادگاه ها باید پاسخگو باشن. من میخوام اینجا دیگه کم کم بریم به سمت جمع‌بندی صحبت هامون در یوتیوب و میتونیم بعد بحث رو در
کلاب هاوس ادامه بدیم. سهیل عزیز میدونم شما هم نظری داشتین، اونجا میتونیم بحث رو ادامه بدیم. مرزاد عزیز، ملودی، گلاره، اونجا بحث رو ادامه بدیم، ولی میخوام بحث رو در یوتیوب جمع بندی کنیم. از دوستان میخوام که یک بار دیگه روی همین بحثی که از نه به جمهوری اسلامی میخوایم به خروش میلیونی برسیم تاکید داشته باشیم و جمع بندی نهایی رو بشنویم. نخست از خانم دکتر میترا بابک عزیز که میدونم واقعا آدم ناراحت میشه که اینقدر وقاحت میبینه. این وقاحتی که دیدین میدونم شما رو دلتون رو دوبار امشب شکست. یک بار که مهمانان عزیز ما نیومدن خب در اون قابل درک بود، ولی این وقاحت واقعا قابل درک نیست که شما، ما آزادی رو برای خود شما هم میخوایم هستن، ولی شما کسایی که آزادی رو برای خودت میخوان اونها رو متهم میکنین که در تخدیر هستن. خودت از تخدیر بیرون بیا عزیز دل. میسرا خانم در خدمتتون، ببخشین من رو، خانم دکتر بابک عزیز در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم عزیزم، خوشحالم حسن جان که آمدی صحبتت رو کردی. امیدوارم حسن وجدانت رو بیدار بکنی، در کنار ملت قرار بگیری. بیت رهبری تو، خامنه ای تو، همه اینا داغون شده و پوسیده شدن. خودت میدونی عزیزم، تا دیر نشده به ملت به پیوند، زیرا که ممکنه خیلی دیر بشه. وجدان بیدار، اخلاق و انسانیت بهترین دینه، مطمئن باش. بله سپاسگزارم. امید جان نظر شما رو میشنویم و جمع‌بندی پایانی. خب دوست دارم که دوباره اینو تکرار کنم. هموطنان، از نه به جمهوری اسلامی تا خروش میلیونی یک گام هست، یک پل هست به نام آزادی. امیدوارم هر چه زودتر این آزادی ایران و ایران زمین رو و ایرانیان رو دربر بگیره و اون چیزی که لایق ایران و ایرانی هست بهش برسیم. همیشه گفتم جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالگره و این رژیم اشغالگر باید به زبالدان تاریخ بگیرم. ممنونم. صداتون رو نداریم آقای فارسانی. ببخشید متین جان، عرض کردم که نظر شما رو هم میشنویم، جمع‌بندی پایانی و اگر نظر دیگه‌ای دارید. سپاسگزارم. ما سال 88 از سال 88 شروع میکنم در امتداد صحبت هایی که این عزیز اومدن عرض کردن، البته اینجوری بهتر بگم. سال 88 مردم اومدن در خیابان فریاد زدن میر حسین بهونه است، اصل نظامشون است. 96 و 98 هم همچنین. اینکه این افراد اینجا رسیدن به این و جلز و ولز افتادن، ترس به پیکره خودشون و رهبرانشون افتاده، دقیقا خبر از این میدهد که اتفاقات بزرگی در راه است. هیچ مشکلی نیست، بیان صحبت بکنن، ما قائل به گفتگو هستیم، ما به دنبال همزیستی هستیم. چقدر خوبه که این همزیستی بین تمام ما به وجود بیاد. در نهایت یک جمله، چند تا جمله خیلی کوتاه بگم، وقت هم زیاد نگیرم. این یک ما منسجم‌تر بشیم بر روی هدفمون. همه دارن تلاش میکنن، افرادی که سعی میکنن رخنه و شکاف ایجاد. ببینید کارایی که میکنیم دشمن شاد کن هست گاهن. این افراد همون دشمنان اصلی ما هستن، اینها رو نباید فراموش بکنیم. شکاف که ایجاد میکنن، در تلاش هایی که افراد و جناح‌های در راستای براندازی دارن انجام میدن، جان و مالشون رو گذاشتن وسط. لطفا همه کنار هم دیگه باشن، همه جناح‌ها، احزاب، افراد، اشخاص، هنرمندان. لحظات بسیار مهمی رو داریم سپری میکنیم. مردم داخل کشور زجر میکشن، زندانی سیاسی داریم داخل زندان ها، سال هاست داخل زندانن. افرادی که سالها در بند رژیم سفاک هستن به خاطر نوید افکاری ها، نوید افکاری که گفتند، فرمودند این بیشرف ها برای تنابهایشان به دنبال گردن میگردن. این ممکنه هر روز در کمینه که این اتفاقات برای همه ما بیفته. به خاطر به یاد افرادی که در دهه 60 اعدام شدن، کشتار شدن، به یاد افرادی که در دهه 70، در سال 78 از بالای خوابگاه های دانشجویی به از بالای پشتبان به پایین انداخته شدن، به یاد افرادی که زندیاتهایی که در سال 96 و 98 هدشات شدن در کف خیابانها، کف خیابانهای ما با خون این عزیزان گلگون شد. به خاطر این عزیزان همه باید در کنار همدیگه باشیم. هدفمون خیلی مشخصه، برای یک ماه، دو ماه تمام زوایایی که داریم رو بذاریم کنار، منسجم بر روی هدف متمرکز باشیم که این بسیار مهمه و قطعا به نتیجه خواهیم رسید. درود بر شما فارسانی، لطف کردید، خیلی لطف میکنید،
گفتم از شما باید سپاسگزاری بکنیم بارها از خانم میترا بابک عزیز و تمام عزیزان به مانند افراد هنرمندان مستقلی به مانند آقای حمید طالبزاده که همیشه از ما حمایت کردن، آقای شاهین نجفی همیشه از حرکات مردمی حمایت کردن. سپاسگزاریم، منسجم باشیم بر روی هدفمون. روزهای بسیار خوبی در راه، اتفاق خوبی هم میفته. موفق باشین دوستان. بله، من فکر میکنم این کمترین انجام وظیفه‌ای هست که ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم در برابر اون ایرانیانی که جانشون رو کف دست گرفتن و به قول این حسن آقا گفتن که فقط 10 نفر نمیان، نه، فقط در 3 روز 1500 نفر شما کشتین. اگر 10 نفر بودن، پس 1500 نفر از کجا آوردین کشتین؟ بی شرافت های بی همه چیز، 1500 نفر رو در 3 روز کشتین. در طول تاریخ این بی سابقه بوده، حداقل 1500 نفر. بر اساس آمار ثبت احوال در اون ماه آبان 4000 نفر کشته، ما بیشتر از نرم معمول داشتیم. شرم کنید شما طرفداران جمهوری اسلامی، حسن ها، من حسن نمیشناسم، هر حسنی که اینجوری از جمهوری اسلامی طرفداری میکنه شریک جنایات جمهوری اسلامی. ما تنها کاری که میکنیم صدای نوید افکاری ها هستیم، صدای عزیزانی هستیم که صدا ندارن، صدای عزیزانی هستیم که شما کشتید و ما حتی نامشون رو نمیدونیم. شرم کنین، ما حتی نامشون رو نمیدونیم ولی صداشون رو فریاد میزنیم. این صدا خاموش نخواهد شد تا این نه به جمهوری اسلامی به خروش میلیونی پیوند بزنه. این خروش میلیونی رو به سمتی هدایت میکنیم که به براندازی منجر بشه و اون براندازی رو به سمتی هدایت میکنیم که به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر منجر بشه و اون رو به سمتی هدایت میکنیم که حقوق بشر حسن و حسنها هم رعایت بشه و اونها هم به آزادی برسن و اونها هم از شر جمهوری اسلامی خلاصی و رهایی پیدا کنن. میترا بابک، خانم دکتر بابک عزیز، من اینقدر با شما خودمونی هستم، اینقدر شما رو دوست دارم که نمیدونم چرا ناخودآگاه اسم کوچیک شما رو میگم، با اینکه میدونم چقدر شما از نظر دانش، از نظر وجدان، از نظر شعور و شرافت بی‌نظیرید. خانم دکتر بابک عزیز، من میخوام این صحبت پایانی رو به شما بسپرم که حرف دل میلیون‌ها ایرانی رو میزنید. حرف دل من فردای آزاد ایرانه. لحظه به لحظه منتظر این روزها هستم که ما در کنار هم، دست در دست هم، قلاب بشه دستامون در دست هم، شعر آزادی رو ما بخونیم، فریاد آزادی و این بادکنک های آزادی رو به هوا پرتاب بکنیم و بگیم بهمون که لیاقت ایران و ایرانی، لیاقت سوری و سوریه‌ای، لیاقت عراقی و عراقی، لیاقت افغان و افغان، لیاقت همه این کره زمین آزادی و دموکراسی است و بس. هر عقیده‌ای که داری، هر فکری که داری، برای ما محترمی تا زمانی که اسلحه بر روی ملتت نکشه. بدونین که در کنار هم قرار بگیریم، دموکراسی و سکولاریزم، یعنی این که هر کس با هر عقیدش در کنار یکدیگر با آرامش و با صلح زندگی بکنن، به خود و به دیگری حرمت بذارن و احترام بذارن. این زیباترین اخلاق، این زیباترین عقیده است، این زیباترین دینه که اصلا سخت نیست و بسیار آسان وقتی بهش برسی. با امید نداشتن هیچ گونه تعصبی برای هر کدوم از ما و با امید خشکشویی این افکار منجبه، افکارمون رو باید خشکشویی کنیم به امید پیروزیم. بله، با امید پیروزی. حسن جان ها، ما درد مشترک داریم. من میخوام برنامه رو با شعر زیبای استاد محمد رضا شجریان پایان بدیم که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. دوستان در کلاب هاوس باشن در کنار ما اونجا بحث رو ادامه خواهیم داد. اجازه بدید پس من اینو بگم، با همین شعر یه دابسمش داریم درست میکنیم با تلویزیون سپیده دم. میخواییم از شماها که با این شعر زیبای استاد شجریان شما لبخونی کنین و برای ما بفرستید. اینم یه خبری بود که به زودی باید تونتون سریع قبل از انتخابات باید برای ما بفرستید. بله، سپاسگزارم و منم از دوستان خواهش میکنم که بله دابسمش رو ضبط کنم برای شما بفرستن. کجا بفرستن دکتر بابک عزیز؟ همه شو توی کپشن میگیسیم. بله، پس اونجا هم همراه باشن و همراه شو
عزیز، سپاسگزار از همه دوستانی که در کنار ما بودن در یوتیوب، در کلاب هاوس، در فیسبوک و در اینستاگرام، و سپاس از دکتر میترا بابک عزیز که اینستاگرام رو هم هماهنگ کردن با مخاطبان بسیار زیادشون اونجا، ما هم در کنار اونها بودیم و به امید روزی که در کنار هم در ایران زیبا دست در دست هم آزادی و آبادی و رفاه و برابری و عدم تبعیض رو در ایران ببینیم. تا امید جان، متین جان، شما فرمایشی ندارین که برنامه رو پایان بدیم؟ میدین درست خانم میترا بابک، درست های فارسانی جانم، بفرمایید یه لحظه ما بودم. در کلاب هاوس ادامه میدیم بحث رو؟ بله. یک چیز خیلی کوتاه، در کلاب هاوس ما ادامه میدیم، یه خیلی کوتاه برام میتونیم لایو رو ادامه بدیم، البته نمیدونم. به قول شاهین نجفی عزیز، هر نظامی استحاله میشه، نابود میشه، از بین میره. دیگه گنده تر از امپراتوری روم یا همین استالین و شوروی که نیستن. اینا هم قرار نابود بشن خیلی به زودی. سپاسگزارم آقای فارسانی است. سپاسگزارم. منم امیدوارم هر چه زودتر این بوی خوش آزادی در فضای ایران زمین بپیچه و به امید نابودی جمهوری اسلامی و دیکتاتور خامنه ای. به امید اون روز زیبا، تا درودی دیگر. شب و روزتون خوش. بدرود. شب و روز دوستان. خب جناب فارسانی اجازه میدید من